به نام خداوند جان و خرد. بهائیت دینی است که به لحاظ تاریخی مثل ادیانی همچون مسیحیت یا مانویت از ابتدای تأسیس آزار و شکنجه بنیانگذار و پیروان اون آغاز شده و زجرها و شکنجه ها طی دهه ها و سالها ادامه داشته. اما انصافاً در طول سالیان گذشته در دوره‌های قاجاری پهلوی و جمهوری اسلامی در ایران پیروان این آیین در دوره اخیر یعنی دوره جمهوری اسلامی بیشترین آزارها، شکنجه‌ها، حبس‌ها و اعدام‌ها رو تحمل کردند. آنچه که بر سر این هموطنان صبور و مؤمن ما آمده برگ سیاهی از تاریخ معاصر کشور ماست که نه فقط حکومت در اون مقصر هست، بلکه پاره ای از مردم و مسلمانان و شیعیانی که در ایران هم زندگی می کنند به همون اندازه مؤثر و مقصر هستند. به همین دلیل واجب است که این آنچه که اتفاق افتاده، آنچه که بر سر این هموطنان ما رفته ضبط بشه، ثبت بشه تا هم آیندگان بدانند چه گذشته و هم آنچه که اتفاق افتاده دیگه در تاریخ ما تکرار نشه. آنچه که به حق میتوان نسل کشی خاموش نام گذاشت باید ثبت و ضبط بشه و به وجدان عمومی مردم ما بره و وجدان یک ملت متأثر بشه تا بتوان امیدوار بود که نه در مورد هموطنان بهایی ما بلکه در مورد هیچ گروه و باورمند دیگری در کشور ما اتفاق نیفته و تکرار نشه. به این ترتیب ثبت و ضبط آنچه که در مملکت ما گذشته در دوره جمهوری اسلامی در حق هموطنان بهایی ما وظیفه است انسانی، ملی، دینی و معنوی که بر دوش همه ما سنگینی میکنه. مؤسسه مطالعات ایران معاصر از چند ماه قبل پروژه‌ای تحت عنوان دیار جانان رو شروع کرده که به ثبت ویدئویی خاطرات هموطنان بهایی میپردازه که یا عزیزی رو از دست دادن یا به زندان افتادن یا محروم شدند از تحصیل، از کسب و به نوعی آزار دیدند. در این راه امید ما و تقاضای ما همگی دستندرکاران این پروژه این است که هموطنان بهایی ما در درجه اول کمک بکنند و همکاری بکنند، یاری بکنند. هر کسی رو که میشناسند که مورد آزاری قرار گرفته به این پروژه معرفی بکنند تا بتوانیم بلکه در کوتاه‌ترین زمان این خاطرات رو ضبط و ثبت بکنیم. اما هموطنان غیر بهایی ما هم، مسلمان یا مسیحی یا یهودی یا پیرو هر دین و آیین و یا بیدینی، هر ایرانی هم تقاضای من و همه دوستانمون این است که اونها هم به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی این پروژه رو کمک بکنند و به خصوص اگر مدرکی، سندی، اطلاعاتی دارند از بهایی آزاری در دوره جمهوری اسلامی با ما ارتباط بگیرند و در اختیار بگذارند، چرا که برای ثبت درست تاریخی حوادثی که در دوره جمهوری اسلامی در حق هموطنان بهایی ما اتفاق افتاده هرچه بیشتر اسناد، مدارک و اطلاعات داشته باشیم این تاریخ دقیق‌تر ثبت خواهد شد.
امیدواریم که با همکاری که همه با همدیگه می کنیم بتوانیم تاریخ این دوره رو در سینه ویدئو و بعد هم سایت ثبت و ضبط بکنیم و در انتها هم غیر از این که آرشیو روی سایت دیار جانان خواهد بود چند نسخه اون رو به دانشگاه های معتبر هم خواهیم داد تا قابل استفاده غیر فارسی زبانان و همه مردم دنیا باشه و آیندگان هم بتوانند از اون درست استفاده بکنند. ضمن اینکه در حال حاضر هم غیر از آرشیو کردن و ثبت تاریخی اون، این ضبط این خاطرات میتواند به کار طرح دعاوی، شکایات، احقاق حق در مجامع بین المللی بیاید و همچنین در خدمت تولید فیلم ها، مستند ها، کتاب ها و داستان ها، قصه ها و آثار مختلفی باشه که به نوبه خودش تأثیر اصلی رو خواهد گذاشت بر وجدان عمومی جامعه ما، موضوعی که امید همه ماست که با این قبیل اعمال فضایی ایجاد بشه که هرگز دیگه در کشورمون نه فقط شاهد آزار هموطنان بهاییمون نباشیم، بلکه شاهد آزار هیچ گروه و باور و دسته دیگری نباشیم و بتوانیم آینده بهتری بسازیم.